پس از سقوط شهرستان‌های مختلف چند روزی طالبان اهداف خود را بر مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ متمرکز کرده است. در غرب افغانستان پس از اینکه طالبان بیشتر شهرستان‌ها را در استان هرات گرفتند، نگرانی مردم در شهر هرات افزایش یافته است. هرچند استاندار هرات می‌گوید کمربندی‌های شهر را محکم کرده است. شهر امنیتش کاملا تامین شده. خلاهای احتمالی که در اطراف شهر بود اونا با توظیف نیروهای دفاعی و امنیتی کاملا تحکیم شده و هیچ نوع نگرانی نداشته باشن. گزارش هایی از شهر غزنی، دیار صنایع در مرکز افغانستان، از درگیری های طالبان با نیروهای دولتی در حاشیه این شهر حکایت دارد. بر اساس گزارش ها اکنون فقط سه شهرستان هزارنشین و خود شهر غزنی در دست دولت است. طالبان همچنین شب گذشته برای سومین بار متوالی به شهر قلعه نو مرکز استان بادغیس حمله کردند. درگیری تا صبح امروز ادامه داشت. نیروهای دولتی حمله طالبان را دفع کردند. در حالی که هر روز بر دامنه جنگ افزوده می شود، هر دو طرف، هم طالبان و هم دولت افغانستان، هم دیگر را به ادامه خشونت و فرار از صلح متهم می کنند. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که امروز برای افتتاح فرودگاه خست به شرق افغانستان رفته بود، خطاب به طالبان گفت: شریعت خدای منه. دولت افغانستان همواره به طالبان گفته است بیاین بر اساس شریعت صلح کنند، اما آنان توافقنامه خود با آمریکا را از شریعت بالاتر می‌دانند. طالبان با آمریکا در اسفند 1398 در دوحه قطر توافقنامه صلح امضا کردند، اما جنگ بین دولت افغانستان و طالبان تا کنون ادامه دارد. طالبان این روزها در عرصه سیاست نیز دوباره فعالتر شدند. هیئت‌هایی از دفتر سیاسی طالبان در قطر در این روزها به کشورهای مختلف از جمله کشورهای همسایه افغانستان سفر کرده است. تشدید جنگ و درگیری‌ها در هفته‌های اخیر در افغانستان باعث نگرانی همسایگان این کشور از افزایش ناامنی‌ها در افغانستان شده است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.